هلو پمزیتوب، خیلی خوش اومدید به چنل یوتیوب خودتون. من پمزیم و بریم آلبوم صادق رو داشته باشیم. صادق عزیز چقدر دلتنگ صدا و کاراشیم و پاییز شد و صادق و به به. اوکی، یه آلبوم ای پی داده صادق که 7 ترک داره. اسم آلبوم هست نشد بگم. من میخوام هر ترکشو یه ویدیو کنم، ولی اینجوری نیست که پشت سر هم تون تون بذارم. سعی میکنم که سرعت عمل داشته باشه حتما ریاکشن آلبوم، ولی مثلا حالا یه روز درمیونی هر روز یه چیزی میذارم یکی از ترکاشو. چرا؟ به خاطر اینکه مثلا امشب قراره ترک بیاد باز، من اونم باید بگیرم و اینجوری خیلی حجم کاری من زیاد میشه و واقعا اذیت میشم. به همین دلیل نمیخوام یه دونه ویدیوش کنم، چون که اولا تعداد ترکاش کمه، میشه توی هر یه ویدیو یه دونه ترک رو ریاکت بری، و اینکه به نظرم حیفه که بخوایم همش رو یه دونه ویدیو کنیم. حالا شما هم نظرتتون رو بنویسید حتما توی کامنت ها که ببینم نظر شما چیه، اینکه اینجوری بهتره که آلبوم ها هر ترکش جدا باشه یا نه مثلا همه یه ترک های آلبوم توی یه دونه ویدیو باشه. احساس میکنم وقتی کل آلبوم یه ویدیو میشه انگاری که دیده نمیشه اون جوری که باید. حالا نظر منه. بریم ببینیم که ترک اول به اسم هم خرابه چجوری هست. Let's go. بگو خب صدیقه، 31 ثانیه از یوتیوب چنل صادق استریم میکنیم، لینکش رو تو دیسکریپشن میذارم. خیلی خیلی از صادق حمایت کنید، کارا همش دلی ریلیز شده و ما هم باید عشق بدیم و حمایت کنیم. اوکی، هم خرابه خیلی اسم جالبیه، چون هم سنگر شنیدیم، هم اتاقی، هم خونه‌ای، هم همه چی شنیده بودیم تا حالا جز هم خرابه. هم خرابه احساس میکنم منظور که نه، یعنی وایبی که من ازش میگیرم آدم روزای سخته، اون کسی که تو سختی ها با همونه، فکر کنم میشه بهش گفت هم خرابه. حالا وایبی که من میگیرم، بریم ببینیم نظر صادق چیه. What the fuck؟ با چه آوای دارکی شروع شد؟ تمام موهای تنم سیخ شد. داشتم بیشتر به ویژوالایزش دقت میکردم، خیلی ناخودآگاه اشک اومد تو چشام. نمیتونه یه ترک یه آلبوم همین اول کاری اینجوری کنه با آدم. چی شد؟ نه شت، نمیخوام الان گریه کنم. ببخشید بچه ها، اصلا نمیدونم چی شد یه لحظه. خیلی حالم بد شد و صحنه رو دیدم، پشمای خودم ریخته که چجوری میتونم هنوز هیچی نگفته گریه کنم. کاور فوق العاده قشنگ و دارکی داره. اوکی، این ماسکی که میبینید دوتا چش داره و حالت یه منقار که
این گوشه یه تصویرم، این گوشه پایین راست پایین یکی رو صورتشه. این ماسکا برای دوران طاعون بوده که پزشکا میذاشتن رو صورتش رو، نمیدونم مریضا میذاشتن یا نه، ولی پزشکا میذاشتن که الان به عنوان یه چیز نمادین ازش توی مراسمای نمیدونم چی چی تو خارج از ایران البته استفاده میشه. مثل کلاغه ظاهرش، و این منقاری که داره این ماسک تو دوران طاعون توی این ماسک رو یه سری گیاه های به خصوصی توش پر میکردن که برای مثلا جلوگیری از عفونت و اینها بود. مثلا اعتقادشون بر این بود که این ماسک وقتی بذاره دکتر و وقتی داره مریض رو مثلا معالجه میکنه و درمان میکنه و معاینه میکنه، نفس تنفسی که میکشه اون هوا رو اون مثلا به حالت فیلتر عمل میکنه. حالا چیزایی که من میدونم، اطلاعاتی که من دارم، و اون دوتا تصویر دردآوری که توی چشمای این ماسک دیدیم تکلیف کلی این آلبوم رو با ما روشن کرد. از این ور پیاده و از اون ورم اعدام. و نشد بگم، یک سال داره از این قضایا میگذره و صادق تا الان چیزی نگفته بود. داره میگه نشد بگم. حالا دلیل این که نشد بگم شو شاید تو موزیکش گفته باشه. واقعا من تحسین میکنم کاور آرتیست رو که با کاور تونست اشک منو در بیاره، و پدرام آزاد عزیز که کار آهنگسازی و میکس و مستر رو داره، بیت و کاور در لحظه اول کارش رو به من کرد. حالا بریم ببینیم صادق میخواد چیکار کنه. من لحظه دستمال بیارم. خیلی این آواه صداش تون صدای سوگند داره، من یاد سوگند انداخت. 38 سال زندگی بی دلیلی، افکار آگاه، نیاز داره مشتری. کی خرید ازم میخرید الان؟ این جوون جوونی شکر تو مسیر تباه، من دنبال حکمت اون دنبال غیرت، بازار به قیمت چی میخواد جز خفت؟ با دلار تاب خوردیم، با شما کاه خوردیم، از گدا شاه ساختیم، از همون شاه خوردیم. عجیب اما شت چقدر من فلو صادق رو دوست دارم. اصلا این فلو مختص صادقه. اوکی، کاملا مشخص و صریح و واضح داره حرف میزنه. اینجاش هم با شما کاه خوردیم، از گدا شاه ساختیم، از گدا شاه ساختیم، از همون شاخ خوردیم. شاخ کسایی که لیاقت و چی میگن درایت یه جایگاهی رو ندارن و ما خودمون گندش کردیم و به اونجا رسوندیم و حالا داریم ازش میخوریم. کاملا واضح از همون شاخ خوردیم. عجیب اما ما باز امید داریم، به خدایی که فرشته جای دیو زایید، به صدایی که گمونم با شما ها قهره، ما صدا عدالتیم. تو چند تا تیر داری؟ بزن که خون همش به شهر من بارید، بزن که وقتش تو کلمون خوابیم، بزن بیدارشیم تو بین ما جازنی، بزن که شاید بعد ما یه نوری تابید، بزن که بعد ما شاید یه نوری تابید. خیلی دارکه. یعنی انگاری که حالتی ماها داره میگه ما رو بزن، اب نداره، شاید بعد ما نوری تابید
روشن شد، بیدار شدن، آگاه شدن. ما قربونیم، قربانی میشیم، اب نداره، ولی یه نوری شاید بتابه از اون زدنه. جازنی بزن که شاید بعد ما یه نوری تابید. حال اهل این خرابه، هر سوالی داری اینجا قطع. خرابه منظورش ایرانه، الان دارم میفهمم هم خرابه یعنی چی. هم خرابه منم، تویی، مایی، ما هم خرابه ایم. اوکی. قلب من پوشیده حال اهل این خرابه، هر سوالی داری اینجا قطعا بی جوابه. واسه بود که اجنبی که خون ما حلاله، تا تو باشی اسب مفتمون میشه سوارت. هم خرابه امروز یه دنیا خوابن، من و تو موندیم از تو نسل آدم. خراب خونمونه باس بیاری طاقت، آبادی نزدیکه ولی نراحت. گلای وحشیمونو ببیند تو آجرا چه قدی کشیدن، بیکت خدا و ناخدا کند کردن. داست و اینو پتک باشه با شما، میدن بوی آبادی باغمونن به خدا. میشه داست و گل برگ این گلا چشیده، با امید این که پشت هر سیاسفیده. هم خراب ما درخت این خراب این، پس ما تبر کند کنیم میزنه سفیده. چقدر لیریکس خوبه، وای من، قلم قلم صادقه، میشه خوب نباشه. ما درخت های این خونه ایم و ما باید تبر رو کند کنیم. یه تبر وقتی هی درخت بزنه، هی بره جلو، هی درخت بزنه، داره کند میشه دیگه، یه جایی میرسه که دیگه کارایی نداره، دیگه نمیتونه اون درخت رو بزنه. پس دقیقا حرفش همینه، یه نسل انگار باید قربانی بشن تا نسل‌های بعدی راحت زندگی کنن. خدا که این گلا چشیده، با امید این که پشت هر سیاسفیده. هم خراب ما درخت این خراب این، پس ما تبر کند کنیم میزنه سفیده. زندگیت برات نه شرم بود، ننگ بود، بردگی و ماتم بود که بیش شرف نذاشته باغبون برامون. هم خراب سنگ میشه این قبیل راحت که بود که بشکنه ما صدی نیست. چی؟ هم خرابه چی میشه؟ شرم بود، ننگ بود، بردگی و ماتم بود که بیش شرف نذاشته باغبون برامون. هم خراب سنگ میشه این قبیل راحت که هم خراب سنگ میشه این قبیل راحت. او پتکو بشکنه ما صدی نیستیم بکنه، این قسم تو ذهنمه قسم. دقیقا از اونجایی که زن زندگی آزادی رو گذاشت به این مر، وای به موزیک عوض شد. تا الان خیلی غمگین و ناراحت و فلان و اینا، از اینجا به بعدش یه هیجانی وارد موزیک شد، یه قدرت، شهامت، شجاعت، یه همچین وایبی داره میده. که پتکو بشکنه ما صدی نیستیم بکنه، این قسم تو ذهنمه قسم به اسممه قسم به راستی که ما اونیم که چه قشنگ، قسم به اسممه، اسمش هم که صادقه دیگه، صادق، راستگو، قسم به اسمم، یعنی یه جوری داره میگه که ته راستی رو دارم میگم بهتون. این قسم تو ذهنمه قسم به اسممه قسم به راستی که ما اونیم که خواستیم. من و تو ساختیم باز رو به رو شواستیم، که این دست کج محتاج زور ماست، که این شهر تو گل ارتعاش زوزه هاست، که این شهر جا نداره واسه نوچه هاش، سپاه ننگین شنگ خون بوزه هاش. برا عزیزام و نارسو و باورم، برا این مردمی که حس نکردن آدمن، برا لطافتی که مرد و تو آهنم، برا این خاک خاک بوده روزی مادرم. چه
بیتی داشتین یه تیکش، البته که کل بیت خیلی خفن بود، میکس و مستر عالی، ولی این یه تیکش اصلا که این شهر تو گله ارتعاش زوزه هاست، که این شهر جا نداره واسه نوچه هاش، سپاه ننگین شنگ خون بوزه هاش، برا عزیزام و نارسو و باورم، برا این مردمی که حس نکردن آدمن، برا لطافتی که مرد و تو آهنم، برا این خاک پاک بوده روزی مادرم، برای یاد برای شروین افتادم. اوکی به این آواها فکر کنم مرثیه خانی گفته میشه، درسته؟ اوکی و تمام. بگو ترک هم خرابه رو گوش دادیم از آلبوم نشد بگم صادق عزیز، بی نظیر بود، بی نظیر، یعنی اصلا توقع شنیدن همچین ترکی رو نداشتم. خیلی خیلی حس و حالش با حال روزمون یکی بود، خیلی وایب قدرت داد و همچنین خیلی جریحه دارمون کرد. صدای صادق با این لیریکس، با اون بیتی که پدرام عزیز زده بود، اصلا یه حالی میکرده، نمیتونم بگم چه حالی، نمیتونم بگم ناراحتم، عصبانیم، واقعا نمیدونم الان چه حالیم، هم خوبم هم بدم، فکر کنم هممون همین جوری باشیم بعد از شنیدن این ترک مخصوصا. دم صادق عزیز گرم، دم شما هم گرم، مرسی که تا اینجای ویدیو با من همراه بودین. بقیه ترکارم حتما ریاکشن میکنم و طی چند روز آینده براتون میذارم. فکر کنم آلبوم به صورتی باشه که باید به ترتیب ریاکشنش کنیم. من نگاه کردم شماره بندی داشت، اسماش یه جوری بود که انگاری ترتیب داره. اینو اگه میدونید حتما بهم بگید و خودم فکر میکنم درستش اینجوری باشه. و اینکه بگید که چجوری بهتره آلبوم ها رو یه دونه ویدیو کنیم یا نه هر ترکی جدا باشه. دمتون گرم، ای با حالی، تا یه ویدیوی دیگه، خدا پس.